أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم الحي القيوم وأتوب إليه وأتوب إليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله احمده واستعينه واستغفره واستهديه واؤمن به ولا اكفره واعادي من يكفره واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى والنور والموعظة على فترة من الرسل وقلة من العلم ودنو من الساعة وقرب من الأجل من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فقد غوى وفرط وضل ضلالا بعيدا. عباد الله اوصيكم ونفسي بتقوى الله. خداوند علی اعلی را بر توفیق حضور در مراسم و برنامه نماز جمعه شاکر و سپاسگزار هستم، خودم که از همه بیشتر محتاجم و نیازمند. همه خواهران و برادران را به رعایت تقوا پروا پیشه کردن یادآوری میکنم و هممون توجه داریم. زندگی همه انسان ها لحظه به لحظه در معرض خسران و زیان است. تنها عاملی که ما را می تواند در مسیر زندگی و حرکت حراست کند و نگه دارد و در مسیر سعادت و خوشبختی یاری و کمک کند تقوا پیشه کردن است. لذا فرمودن تقوا را حفظ کنین و با تقوا خودتان را از همه خطرات و ضررها و آسیبها به امان نگه دارید. امید است همه من به این سفارش خداوند پیامبر و انبیای الهی توجه کامل داشته باشیم. این هفته خطبه اول بحث قرآنی را با عنوان رزق و روزی از منظر قرآن و آیات قرآن آغاز میکنیم، به دلیل اینکه الحمدلله نماز جمعه این فضای با برکت و عزت آفرین دلدادگان و عاشقان زیادی را میزبانی میکند و چاره ای نیست، باید در این معدبه و در این ادبگاه اون چرا که جامعه به اون نیاز دارد بپردازیم و در این مرکز آگاهی و مرکز بصیرت و بیداری و عزت جامعه اسلامی اون چرا که برای سعادت و عزت و پیشرفت ما نیاز داریم آشنا شویم. در خطبه دوم مناسبت هایی که داریم، مسائل اجتماعی انشاءالله یاد خواهد شد، اما چرا بحث رزق را از منظر قرآن در خطبه اول انتخاب کردم؟ اول اینکه همه ما الحمدلله معتقدیم اون چه که جامعه، نه جامعه اسلامی، جامعه بشری، جامعه انسانی به اون نیاز دارد در قرآن هست. خب تعارف نداره. امروز
یکی از مشکلات جوامع بشری مشکل درآمد، مشکل هزینه است، مشکل اقتصاد است. در کشورهای اسلامی بیشتره. در کشور ما مسئله اقتصاد، فقر، درآمد، کار غوغا میکنه. این اگر بگیم نیست، خب یک کذبه. اگر هست چرا مدیریت نمیتوانیم؟ چرا راهاش بلد نیستیم؟ آیا قرآن نداره؟ اگر قرآن نداره و توان مدیریت نداره، چرا ما مسلمان ها حرف میزنیم؟ خداوند در سوره انعام، ششمین سوره قرآن، در آیه 59 میفرماید کلید همه غیب ها تنها در دست خداست و عنده مفاتیح الغیب لا یعلمها الا هو، جز خدا کسی اون کلیدها رو بلد نیست. و یعلم ما فی البر و البحر، اون چه در خشکی و در دریا است خدا میداند. و ما تسقط من ورقت الا یعلمها، برگی اگر از درخت میریزد و میفتد خدا میفهمد. و همینطور ادامه میدهد ولا حبت فی ظلمات الارض، اگر یک دانه در دل زمین گندم، جو، جواری، خلاصه ماش، عدسی میرویه، خدا او را میفهمه. بعد در ادامه میفرماید ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، هر تر و خشک که شما نیاز دارین کنایه از همه مایحتاج بشره، همش در قرآن هست. خب یکی از مشکلات جامعه، هر جامعه ای مسائل اقتصادی، درآمد، کار، کشاورزی است، بالا بردن محصول، آفت زدایی است، مبارزه با پدیده های خلاصه طبیعی و غیر مترقب است. الله کلال این شعار نیست، یک واقعیت است. همونطوری که در هر مرکز آموزشی، در هر مرکز تربیتی مردم نیازهاشان دنبال میکنن، ما هم با استفاده از انرژی قرآن میاییم این بحث را در قرآن دنبال میکنیم. آیا قرآن در رابطه با درآمد، راههای بالا رفتن درآمد، راههای مشکل شدن درآمد حرف داره نداره؟ اگر حرف داره، چقدر جامعه اسلامی به او توجه کرده، چقدر استفاده کرده؟ امروز ما از اونها استفاده میکنیم؟ خب اگر میکنیم باید بالاتر بریم، اگر نمیکنیم یاد بگیریم. خب چی لزوم داره این همه مجالس مردم تجمع کنن؟ دردهای اصلی و اساسی جامعه در اونا گفته نشود. به همین دلیل است که همه تلاشمان، سعیمان این است در نماز جمعه موضوعات را دنبال بکنیم. هم حضار، کسانی که در مجلس هستند انشاءالله استفاده کنند، و هم اونهایی که از طریق رسانه هایی که همکاری میکنند مطالب و موضوعات نماز جمعه را پخش میکنن و نشر میکنن، اونها هم استفاده کنن. با این مقدمه اولا یک نگاهی به قرآن میکنیم. خب قرآنی که 114 سوره داره و ما معتقد هستیم 6233 آیه داره، هر چی بشریت نیاز داره در این آیات خدا مطرح کرده، منتها باید بفهمیم. و قرآن نیامده موضوعات خیلی باز مطرح بکنه، کلیات مطرح کرده. ما در قرآن درباره نماز فقط داریم نماز بخوان، اوقات نماز هم که بیان میکنه کلی میگه اقم الصلاة لدلوک الشمس الى غسق اللیل و قرآن الفجر، میگه در این سه وقت نماز بخوان. اما
چطوری نماز بخوانین؟ فقط فرموده مسافرت رفتین نمازتان قصر میشه، جزئیات دیگه نگفته. جزئیات باید با روایات بفهمیم، جزئیات باید از عمل پیامبر و اهل بیت بفهمیم. درباره رزق و روزی در قرآن 105 آیه داریم. یعنی اگر شما کلمه رزق، یرزقون، رزاق، اون چه که مربوط میشه به مسائل درآمد و پیدا کردن و خرج کردن و تحمل هزینه ها، اینها را در قرآن دنبال بکنین، حدوداً 105 آیه است. یک تفسیر موضوعی بسیار شیرین و مفید را میتوانیم دنبال بکنیم. خب تفسیرها دو مدله، تفسیر ترتیبی هر آیه و دنبال آیه دیگری تفسیر میشه. یک تفسیرم شکلش اینه که یک موضوعی را در قرآن انسان دنبال میکنه. مثلا من دو سه تا آیه را بخوانم، اگر ترجمه میکنم به این خاطر که همه بهره ببرن، و الا میشه بدون ترجمه با بیان هدف آیه هم بحث پیش برد. خدا در سوره مبارکه شورا میفرماید له مقالید السماوات والارض، کلید آسمان ها و زمین مال خداست، لهو در اختیار خداست، یبسط الرزق لمن یشاء، برای هر کس بخواهد روزی را، درآمد را گسترش میدهد. یبسط بس یعنی پهن، آزاد، بل یداه مبسوطتان ینفق کیف یشاء، میگه فلانی دستش بازه، خدا میفرماید یبسط الرزق لمن یشاء، برای بعضی ها روزی را گسترش میده، و یقدر روزی بعضی را تنگ میکنه، محدود میکنه. یقدر یعنی محدود میکنه. انه بكل شيء علیم، او میدانه، همه چی را میدانه، چرا روزی بعضی ها را گسترش میده، چرا روزی بعضی ها را تنگ میکنه. خب این یک بحث است. حالا فعلا به مباحث عملی انشالله میپردازیم بعد از لحظاتی. یا مثلا در سوره مبارکه زمر آیه 52 میفرماید اولم یعلم ان الله یبسط الرزق، آیا آنها ندانستند که خدا روزی را برای هر کسی که بخواهد گسترده می کند؟ یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر، و برای یک عده رزق درآمد، خلاصه ثروت محدود می کنه. این فی ذالک لآیات لقوم یؤمنون، اینا علامت قدرت است برای افراد و انسانهایی که اهل ایمانن. خب اگر بخوایم آیات بخوانیم، فقط خواستم یعنی ذهنها متوجه بشه، فراوان است. همطوری که پیامبرا مراتبشان فرق داره، خب پیامبرای اولوالعزم مقامشان خیلی بالاتر است از انبیای غیر اولوالعزم. بالاخره حضرت عیسی پیامبر اولوالعزم است، اما در یک مرحله باید بیای شاگردی خضر بکنه. تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض، این پیامبرا بعضیشان از بعض دیگرشان مقامشان بالاتره، پیامبر اسلام قابل مقایسه نیست با انبیای دیگر. بعضیا در روزی برتری دارن، والله فضل بعضكم على بعض، خداوند بعض شما را در روزی به بعض دیگرتان برتری داده، والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، حالا درآمدش بالاست، معناش این نیست که شخصیتش هم بالاتره، علمش هم بالاتره، در روزی درآمدش بیشتره، امکاناتش بیشتره. حالا اونایی که
روزی دارن چیکار باید بکنن؟ فمن الذی فضلوا برد رزقهم علی ما ملکت ایمانهم، اونهایی که روزی بیشتری دارن روزی و درآمد خودشان را نسبت به بندگان خودشان، زیر دستان خودشان یاری نمی کنن. این یک دستوره. حالا شما اگر درآمد داشتین باید زیر دستانتان هم توجه بکنین. الله لطیف به عباده، خدا به همه بندگانش مهربانه. یرزق من یشاء، هر کی را بخواد روزی میده. و هو القوی العزیز، خدا قوی و شکست ناپذیره. در مسئله روزی دو سه تا مطلب است که اینا باید مورد توجه قرار بگیره. الان شروع میکنم به بحثای اجرایی و عملی. اول اینکه در آیات هم هست، در روایات هم هست، در دعا هم هست، روزی مرهون تلاشه. نمیشه آدم کار نکنه، زحمت نکشه، فعالیت نکنه، بعد بگه من ثروت نصیبم بشه، رزق نصیبم بشه. نه، قرآن فرمول داره فاذا فرقت فانصب، میگه از یه کار خلاص کردی فورا دنبال کار دومی برو. آقا نماز تا خواندی، بسم الله، صبح زود نماز بخوان، دعا بخوان، زیارت بخوان، هر چی خواندی تلاوت بکن. اما این معناش نیست که بعد از تلاوت و دعا دیگه باز شروع کنی به تنبلی. نه، فاذا فرقت فانصب، یه کار رو تمام کردی برو دنبال کار بعدی. نماز جمعه اینقدر ثواب داره الا ماشاءالله. میگه فاذا قضیت الصلاه، از اون طرف میگه با تلاش بیا نماز جمعه. اذا نودی للصلاه من یوم الجمعه، اما این معناش نیست نماز جمعه که اومدی دیگه برو استراحت. نه، فاذا قضیت الصلاه، نماز که تمام شد، فانتشروا فی الارض، برو در زمین، وابتغوا من فضل الله، دنبال روزی بگرد. پس اینو باید همه ما در نظر داشته باشیم. روزی نتیجه زحمته. لیس للانسان الا ما سعا، برای انسان جز نتیجه تلاش چیزی دیگری نیست. باید کار کرد، تلاش کرد. بعضی ها فکر میکنن همطوری روزی به حساب میایه. این آیه وقتی نازل شد، من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب، باید قرآن فهمید. هر کس با تقوا باشه خداوند روزی از جایی که گمان نداره براش میده. بعد یک عده دیگه یه آیه را شنیدن، شروع کردن به استراحت و بی‌برنامگی، به پیغمبر خبر دادن یا رسول الله، یه جمعی خلاصه این آیه نازل شده، اینطوری فکر میکنن دیگه راحت. حضرت با اونام صحبت کرد، چرا این کارو میکنین؟ گفت خب بالاخره ما توکل به خدا داریم، نحن المتوکلون. گفت ما توکل به خدا میکنیم، کار میکنیم، خدا روزی رو میرسانه. حضرت فرمود نه، شما متوکل نیستین، انتم المتکلون، شما سربار جامعه این. توکل به این معنا نیست که آدم کار نکنه. توکل تو همه تلاشت به کار بینداز، هر جا کم آوردی بگو خدا حالا دیگه از من ساخته نیست، باید تلاش کنی. یک مطلب. مطلب دوم، بعضی ها ثروت دارن، بعضی ها روزی دارن. اینطوری نیست که هر کس ثروت داشت روزی هم داشته باشه. رزق او چیزاییست که ما استفاده میکنیم، بهره میبریم، او مقدار درآمد و مال و پول و امکاناتی که آدم از او استفاده میکنه، خودش میخوره، در اختیار دیگرها قرار میده، مرض را درمان میکنه، مریض را کمک میکنه، مسافر را، عزب مجرد را داماد میکنه، عروس میکنه. بالاخره ثروت غیر از رزق. خیلی ها ثروت دارن اما روزیش هم کمه. بعضی ها روزی دارن ثروت هم خیلی ندارن. اینو باید متوجه باشیم. اینطوری نیست هر چی در حسابای مثلا مالیمون باشه مال ماست. در روایات داریم خلاصه ارث سولت و در واقع یک شانس وارثه. بابا میمیره، مورث میمیره، یک دفعه مال املاکش میمانه برای او وارث، اونم بدل بخواه خودش کار میکنه.
پس همه جا ثروت روزی نیست. مسئله بعدی اینه که اون چه که از راه حرام انسان پیدا میکنه او جلب رزق حلال میگیره. ما امروز واقعا جامعه همان مشکل اقتصادی داره، غوغاییست در جامعه. دلیلش چیست؟ حالا کشور ظرفیت نداره، این آب و خواب امکاناتش کمه، یا نه در کنار این مشکلات مشکلات دیگری هم هست. باید بیاییم از نسخه های قرآن به حقیقت و به واقع استفاده بکنیم. روایات فراوان است، قرآن هم به این موضوعات اشاره داره که اگر بخوایم از حرام بهره ببریم، از حلال از روزی درست محروم میشیم. شما میدونید یکی از راه‌های درآمد رباخوریه، همین چیزی که در اصطلاح خودمان میگن سود. قرآن میفرماید خدا سودا و معامله را حلال کرده، احل الله البیع و حرم الربا. گاهی میفرماید ربا جنگ با خداست. خواهی به این دلیل که درسته ای درآمد داره، اما جلوی درآمد های حلال میگیره. تجربه هم ثابت کرده کسایی که از این راه استفاده میکنن، اینا آخرش به فقر مبتلا میشن. مسئله چهارم اینه که بعضی وقتا روزی ها غیر از ثروته. ما روزی های دیگری هم داریم. گاهی آدم ثروتمنده اما مثلا یک مشکلی در زندگیش هست، توفیق عبادت نداره، فرزند معلول داره، خیلی از برکات نصیبش نمیشه. خب حج رفتن یک روزیه، زیارت کربلا رفتن یک روزیه، فرزند صالح یک روزیه، فرزند سالم یک روزیه. خب بعضی وقتا شاید از این جهت ها ما برتر باشیم، به اینا هم توجه داشته باشیم. علی کل حال با همه این بحثایی را که انشاءالله در هفته های بعد دنبال میکنیم و بر اساس نیاز بیشتر به اونا خواهیم پرداخت، یک سری امور هست اینا روزی را با همه این کارها تلاشها کم میکنه و بعضی چیزا روزی را فراوان میکنه. دو نفر با هم دیگه خلاصه یک جا مغازه دارن، دکان دارن، یا مسافرت تجاری میرن، یا در کنار هم دو تا مزرعه است کشاورزی میکنه. گاهی میبینی یکیش درآمدش بالاست، یکیش کم. آیا اینجا جبریست؟ چرا یکی درآمدش بالاست؟ هر دوتاش قصابه، یکی لحظه به لحظه مشتری براش میاید، هر دوتا استاس، یکی به نوبت نمیرسه به مردم، یکی بیکاره. یه عوامل وجود داره. من زیاد وقت خطبه اول نگیرم، دو سه تا فرازه میگم و به اینا الحمدلله عقیده داریم و عرض کردم اون راه های کاری و اجرایی را فراموش نمی کنیم. هم ایام ولادت پیامبر و امام صادق است، دیروز روز معلم بود در تاریخ تقویم افغانستان، و همینطور خلاصه این بحث با استفاده از آیات قرآن مطرح کردیم. روایاتی را که میخوانم اینا را از پیامبر نقل میکنم، این هم به بزرگان میگم، هم به حکام میگم، هم به خودمان میگم. پیغمبر فرمود الرزق اسرع الى من یطعم الطعام من السکین الى السنام. فرمود که روزی برای کسی که به مردم غذا میدهد، یعنی شکم مردم اسیر میکنه، گرسنه ها را توجه داره. روزی کسی که اطعام میکند سریعتر است از فرو رفتن کار در کوهان شتر. خب شتر یک حیوان دیگه، کوهانش همون قسمت بالای بدنشه که نسبت به جای دیگه از استخوان کمتر استخوان داره.
وقتی میخوای گوشت مثلا حیوان را قطع بکنی، جایی که استخوان یک مقدار مانع داره، اما جایی که نرمه و استخوان نداره راحت قطع میکنه. پیامبر فرمود کسی که به مردم غذا رسانی میکنه، کمک میکنه، شکم مردم اسیر میکنه، روزی ای خیلی به سرعت نصیبش میشه. یکی از چیزایی که حاکمیت وضعیت اقتصادیش بالا میبره، ثروتمند مردم، اینه که به فکر دیگران باشه، تنها خودش غذا نخوره. نمیشه یک عده گرسنه باشه، یک عده خلاصه در رفاهی باش، بالاتر از اون چیزی که تصور میشه و بالاتر از اون چیزی که در جامعه امکانش هست. ما سالهاست در افغانستان شاهد ماجرا هستیم و امروز هم متاسفانه با این وضعیت گرفتاریم. قرار نیست یک بخش جامعه سیر باشه. کی اگر قرار باشه یک بخش سیر باشه، قرآن میفرماید نتیجهش معکوس میشه. و همین پیغمبر فرمود ما دوست داریم که ثروتمند باشیم یا روزی بیشتر داشته باشیم. فرمود اکثر من الصدقه ترزقو، فرمود که زیاد صدقه بدین، نفرمود صدقه بدین، فرمود اکثر من الصدقه، زیاد صدقه بدین، ترزقو روزیتان زیاد میشه. وقف صدقه است، مساعدت کردن صدقه است، خلاصه قرض الحسنه دادن برای کسی که واقعا نیاز داره صدقه است. حالا صدقه فراوان داریم. حضرت فرمود که اکثر من الصدقه، زیاد صدقه بدین، وضع مالتان خوب میشه، روزیتان زیاد میشه. اینم بگم و دیگه وقت کم است. فرمود مواسات الاخ فی الله عز و جل تزید و فرز، کمک مالی کردن به برادر دینی، مواسات الاخ فی الله. مگر خدا در قرآن نمی فرماید انما المؤمنون اخوه؟ برادرها، مؤمنا برادران. فرمود که اگر یک مسلمان، یک مؤمن، یک برادر دینی آمد از این تقاضای کمک کرد، اصلا نکرد، خودت رفتی کمکش کردی، روزی ده زیاد میکنه. اینطوری نمیشه که بگیم آقا فقط یک طیف خاص باید از امکانات استفاده بکنه. این مال بیت المال، مال بالاخره مردم در یک محیط مشترک باید همه استفاده بکنه. امروز این دردها رو باید با نسخه های قرآن درمان کرد. تلاش، اعتماد، امانتداری. بعضی وقتا امانت که میگیم ذهن مردم میره که یک همسایه به همسایش امانت بده، خب یک کوچیک بخشی از امانت است. امانت کلان امانت ثروت های ملی است. امانت بزرگتر مردم است. حضرت موسی وقتی با فرعون صحبت میکرد گفت که ادو الی عباد الله، برنامه های مردم در اختیار من قرار بده، اینی رسولون امین، من فرستاده امانتدار خدا هستم. باید با یک دیدی عمیق، با همون دیدی که خدا می فرماید هر تر و خوش که در قرآن هست بیاییم، مشکلات اجتماعی را در بیان قرآن دنبال بکنیم و از قرآن حرف بکشیم. آقا امیر المومنین فرمود الا مردم هوشیار باشین، فستنتقو، قرآن را به زبان در بیاریم. هر مشکلی که در جامعه میبینیم بریم سراغ قرآن و به نسخه های قرآن عمل بکنیم. یکی از بهترین راه های توسعه و در واقع برکت و افزایش درآمد برای همه افراد یک جامعه عدالت است. عدالت
عدالت زمینه آبادی، زمینه عزت، زمینه حمایت همه جانبه را از حرکت های اصلاحی فراهم میکنه. و یکی از چیزهایی که شهرها را تبدیل به ویرانه میکنه و خالی از سکنه میکنه این است که انسانها دنبال ثناء به غیر حق باشند. حب الاطراح، کار نکرده را آدم انتظار داشته باشه مردم به اون نسبت بده، خدمت نکرده، کار نکرده، زحمت نکشیده، اما انتظار داره صدا و شایعه و اخبار به نفعش مدیریت بشه. روایت داریم این کار باعث میشه شهرها از سکنه خالی بشه، حب الاطراح و ثنا به غیر حق. امیدواریم که با استفاده از راهکار قرآن، از بیان قرآن به این مشکلی مهم و اساسی جامعه توجه بکنیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى علي أمير المؤمنين وعلى الصديقة الطاهرة وعلى الحسن والحسين وعلي بن الحسين و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسی ابن جعفر و علی ابن موسی و محمد ابن علی و علی ابن محمد و الحسن ابن علی و الحجت الخلف الصالح. ائمه المؤمنین، بار دیگر خودم و همه شما عزیزان را به رعایت تقوا پروا پیشه کردن سفارش میکنم. بر حسب وظیفه در خطبه دوم هم مسائل روز را که لازم است برای هوشیاری و بیداری و همدلی جامعه مطرح کنیم مطرح خواهیم کرد و هم به مناسبت های مذهبی و تاریخی میپردازیم. خب یکی از مشکلاتی که جامعه ما دچار هست، همینطور کشورهای همسایه، مسئله مهاجرین است. همه میدانیم که جمع کثیری از مردم افغانستان در هجرت و در دوری از وطن و سرزمین خودشان به سر میبرند. هم در ایران مهاجرین زیادی داریم، حالا متیقن و قطعیش بیش از 5 میلیون گزارش شده، تا 7 میلیون هم تعداد مهاجرین که در ایران هست گزارش شده. ما اخباری را میشنویم از وضعیت مهاجرین. امیدواریم که همه مسئولین کشورهای اسلامی بر اساس وظیفه انسانی و اسلامی و برادری نسبت به این پدیده و این در واقع مشکل برنامه ریزی کنند. اونی که انتظار است از همه برخورد اسلامی و انسانی است. یقینا حضور یک جمعیت 5-6 میلیونی در یک کشور تبعات داره، اگرچه فرصت های رم فراهم میکنه، امکانات رم فراهم میکنه. مسئله که من لازم میدانم مطرح بکنم، مسئله که در پاکستان راجع به مهاجرین
بس شده و دنبال میشه. سالیان زیاد است که مردم ما در اثر مشکلات مهاجر شدن به کشورهای مختلف. خب طبعا وقتی همسایه باشه به شکل طبیعی بیشتر ریزش و رفت آمد به کشورهای همسایه است. علی کل حال در این اواخر به دلایلی که فرصت تحلیلش ندارم، دولت پاکستان تصمیم گرفته بیش از 1 میلیون مهاجر افغانستان، بیش از 1 میلیون، حالا قدر متیقنش 1 میلیون خلاصه مهاجر فرصت داده در طول 1 ماه از پاکستان بیرون شوند. البته صحبت اینه که اینا مهاجرهایی هستند که فاقد مدرکن و اینها در ناامنیهای که در پاکستان اتفاق میفته دخالت دارند. واقع قضیه اینه که یک بخش مربوط میشه به خودمان، به دولتمان، به حاکمیت. بارها ما اینجا عرض کردیم، الانم میگیم، تعارف نمی کنیم. ما باید زمینه ماندن مردم فراهم کنیم. کار به جایی نرسه که مردم مجبور شون دست به مهاجرت بزنن. آوارگی، بی خانه شدن، بی برنامه شدن واقعا سخته. شما حساب کنین از یک خانه میخواییم به خانه دیگه خلاصه اجاره کنیم برویم، چقدر مشکلات داره. و تجربه است. از یک کشور بخوای به یک کشور دیگه بری، تازه با مدرک و ویزا و خلاصه با همه شرایط بری، مشکلات داره. چه رسد که بی حساب و کتاب. خب این یک مشکله، یک بخش مشکل با خودمان برمیخوره. بالاخره دولت باید به این قضیه توجه بکنه. چرا اینقدر مردم میره؟ باید یک فکر کرد. اینی که مردم برن بعد آواره بشن، ثروتشان، مالشان، زندگیشان از دستشان بره، دو مرتبه بخواییم اینا رو برگردانی مدیریت کنیم، خیلی کار مشکله. مسئله دوم مربوط میشه به کشورهای همسایه، اونایی که دم از اسلام و همسایگی و خلاصه انسانیت و برادری میزنن. به چی وجهی، به چی دلیلی 1 میلیون انسان، اونم در فرصت 1 ماه؟ مگر شوخیست؟ حالا 1 میلیون نفر همش اهل انتحارن؟ ما سوالهایی که بحث انتحار بود اینجا صحبت کردیم، گفتیم آقا استفاده از انتحار یک حرکت نامیمونه. خاکش به چشم کسایی میره که ایره مدیریت میکنن. و امروز قضیه خودش داره نشان میده. انتظار این است که انسانی برخورد کنن. جالب است غیر مسلمان ها در این موضوعات می آیند با ما مسلمان ها یاد می دن. مثلا سخنگوی منشی عمومی سازمان ملل می گوید البته که این یک موضوع نگران کننده است، مطمئنم، همین اخراج 1 میلیون مهاجر از پاکستان، مطمئنم که همکاران ما در کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان متوجه این وضعیت هستند. به عنوان یک اصل مهم که هیچ مهاجری نباید با زور اجبار خارج و به کشورشان بازگردانده شوند. خب یک جامعه غیر مسلمان به کشورهای همسایه و مسلمانی که خیلی روابط خویشاوندی هم بین ماها هست، اونا میاین به ما اینطوری درس میدن. واقعا این انتظار از جامعه اسلامی است؟ کمیسیون حقوق بشر پاکستان گفته تصمیم حکومت پاکستان مبنی بر اخراج مهاجران افغانستان از این کشور در تضاد با قوانین بین الملل حقوق بشر است و باید فوراً لغو گردد. معلوم میشه حکومت ها دست عناصر است که با اخلاق سیاسی اسلامی و اخلاق قرآنی فاصله دارن. اینها بر اساس منافع سیاسی
از فرصت ها و از شرایط دشواری که برای مردم پیش می آیند استفاده می کنند و جوامع و انسان ها را در معامله به سمت اسارت و دشواری حرکت می دن. ما امیدواریم که در انتخاب سیاسیون و مسئولین در همه کشورهای اسلامی یک تجدید نظر شود. علی کل حال ما از این برخورد هم گلایه‌مندیم و هم از حمایت مسئولین از مهاجرین حمایت میکنیم و حقیقت امر این است که با شعار نمیشه فقط بگیم تجار پولدارها ثروتمندها بیایین خلاصه ثروتتان و سرمایتان به افغانستان انتقال بدین، باید زمینه را برای برگرداندن و آمدن تجار و رونق کاروبار در کشور فراهم کنیم، با رأفت برخورد بکنیم، سختگیری ها را کم بکنیم. اگر وجوهات است، اگر عشر و زکات است، به یک شکلی قابل تحمل در جامعه اینا را دنبال بکنیم و الا این جریان ادامه خواهد پیدا کرد. این بخش اول صحبتم راجع به مسائل و مشکلات جامعه مهاجرمان. لازم نیست بگم هر لحظه از اخبار از رسانه ها مسائل دردناک و سختی را میشنویم. واقعا تصاویر و کلیپ هایی که پخش میشه همه آزاردهنده است. امیدواریم که یک حرکت جدی در راستای انشالله امنیت و کار و بازسازی و انشالله آرامش مردم تدبیر بشود. مسئله بعدی، فضای کشور باید برای اطمینان و برای اعتماد در زندگی کردن و ماندن و خلاصه پایداری کردن فراهم بشود و تدبیر بشود. شما می دانیم فضاهای مختلف ما در کشور داریم، فضای اقتصادی، فضای زراعت و کشاورزی، مسائل آب، مسائل آموزش و پرورش، یاد گرفتن، تعلیم، مکاتب، فضای کار، فضای خانواده. همه این فضاها در همه جوامع تحت فضای سیاسی کشور است. فضای سیاسی اگر باز باشه همه فضاها تعدیل میشه. باید به اشکال مختلف و به راه‌های مختلف که دنبال میشود این فضا در واقع مدیریت شود، این فضا ترمیم شود. مسائل مکتب و آموزش و حقوق و خلاصه آزادی ها باید به اون شکلی که نیاز هست و حقیقت جامعه او را طلب میکنه به اینها توجه بشه و نقطه پایان مشکلات اجتماعی ما این فضای خلاصه مناسب است که در این فرصت هم مشکلات است که جامعه ما با او مواجه است و هم فرصتی است که دو کشورهای مختلف دنیا به این مقوله توجه کردن. اینی که بگیم ما به شکل خاص در یک محیط زندگی میکنیم در دنیای امروز قابل اجرا نیست، قابل قبول نیست و یقینا مثل قضیه مهاجرین و سایر قضایا مثل مسئله اقتصاد و درآمد یقینا یک روز با مشکل مواجه خواهیم شد. آخرین مسئله ای را که مطرح میکنم، هفته گذشته میلاد پیامبر بزرگوار اسلام و امام صادق بود. من هفته گذشته خیلی کوتاهی مسائل مطرح کردم، اما خب به حمد الله و المنه در جاهای مختلف شهر و کشور مجالس پیرامون شخصیت پیامبر بزرگوار اسلام و امام صادق برگزار شد. ما هم در جای جای ولسوالی های این شهر، ولایت و داخل شهر در مجالس توفیق حضور داشتیم. امروز هم در نماز جمعه به عنوان تکمیل و در واقع بخش دیگری را دنبال کردن از شخصیت پیامبر خیلی کوتاه عرض میکنم. خب پیامبر سالی که به دنیا آمد 53 سال قبل از هجرت بود، با امسال
1498 سال از میلاد پیامبر گذشته، اینی که ما میاییم میلاد پیامبر را تجلیل میکنیم به خاطر این است که شخصیت پیامبر را بشناسیم، روش پیامبر را بشناسیم. از هر گوشه ای اون مدیریت پیامبر را در زندگیمان اعمال بکنیم. ویژگی های پیامبر زیاد بوده. قرآن در معرفی پیغمبر میفرماید پیغمبر اخلاق بزرگ داشت. اِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ. خدا در قرآن میفرماید پیغمبر از خود شما جامعه بود. لقد جاءكم رسول من انفسكم. پیغمبر متولد مکه است، 40 سال در مکه زندگی کرد، مکه ای که خلاصه بت میپرستیدن. در داخل خانه خدا بت‌های مختلف آویزان بود. پیغمبر از اونجا بلند شد. لقد جاءكم رسول من انفسكم، از بیرون نیامد. اما عزیز علیه ما علیتم، رنج شما، سختی شما، مشکلات شما برای پیامبر خیلی دشوار بود، نمیتونست تحمل بکنه. زنده به گور کردن دخترها، دزدی، عبادت بت‌ها، هزاران مشکل دست و پاگیر اخلاقی و اجتماعی پیغمبر را می رنجان. عزیز علیه ما انتم، حریص علیکم، خیلی به هدایت شما حرص می خورد، جوش می زد، حسرت می خورد. بالمؤمنین رؤوف، عزیز علیه ما انتم، حرص زیادی می خورد که چرا جامعه حرفش گوش نمی ده. و مؤمنین خیلی مهربان بود، خیلی خلاصه دلسوز بود. واقعا زندگی پیامبر برای ما الگوست. تاریخ می نویسه روزایی که پیغمبر در مکه بود، از جایی، حالا مکه یا مدینه، یهودی خلاصه وقتی پیغمبر از مسیر می رفت اذیت می کرد، زباله و در واقع اون خاشاک منزلشه بالای سر پیامبر می ریخت. بارها تکرار شد. خب روایات هم داره پیغمبر فرمود هیچ پیغمبر به اندازه من اذیت نشد. چند روز این کار کرد، یک مدت پیغمبر متوجه شد عبور میکنه، این فردی که پیغمبر اذیت نمیکنه نیست. سوال کرد کجاست این آدمی که ما را اذیت میکرد؟ گفتن یا رسول الله این یهودی مریض شده. پیغمبر آدرس منزلش گرفت، با افرادی رفت به عیادتش، پشت درش که رسید خلاصه متوجه شد. پیغمبر وقتی وارد اتاقش شد، تاریخ می نویسه ای که خوابیده بود، مریض بود، اون لحاف و اون خلاصه پوشش هرچی که داشت او را به صورتش کشید، دیگه نمیتونست از خجالت به صورت پیغمبر نگاه بکنه. گفت اما آدم است که من بارها در مسیر رفتنش بدون دلیل اذیتش کردم، حالا امروز آمده عیادت من. ما چقدر از این اخلاق پیغمبر بهره‌مندیم. و از زیر پرده صحبت کرد، گفت اول بگو ببینم با چی جملات من مسلمان میشم. پیغمبر به اطفال خیلی مهربان بود. در روایات داریم کان افکه الناس مع الصبیان، اینقدر با اطفال پیغمبر مهربان بود، شاد بود. با هیچ کس اونقدر شادی و خلاصه خوشحالی نمیکرد که با اطفال خوشحالی میکرد. امروز اطفال ما با خشونت گرفتارن. با خشونت که نمیشه بچه را متشخص با شخصیت و با آینده خلاصه زیبا تربیت کرد. با محبت پیغمبر در عرصه های مختلف درخشش داشت. امروز متاسفانه کسانی که از آدرس اسلام، از آدرس پیامبر حرف میزنن، به این مقوله ها کمتر توجه دارن. خداوند پیامبرش را ادب کرد به فرموده امام صادق، ان الله عز و جل ادب نبیه فاحسن ادبه، خیلی زیبا تربیت کرد. فلما اکمل له الادب، وقتی ادب پیغمبر کامل شد، بعد فرمود انک لعلی خلق عظیم،
پیغمبر میایه با اون ادب چیکار میکنه؟ جامعه را مدیریت میکنه. تمام شخصیت پیغمبر، بزرگی پیغمبر در اختیار جامعه است. پیغمبر درست متخلقه، اما یک انسانی که جامعه را اداره میکنه، سیاست بزرگ و مدیریت کلان مردم در سطح جهان باده داره، اخلاقش در مسائل مهم اجتماعی ظاهر میشه. پیغمبر دروغ نمیگفت. قبل از اونه که پیغمبر بشه معروف بود به محمد امین. عشق به مردم از ویژگی های پیامبر است. سیاستمداران ما به این مقوله باید توجه کنند، شخصیت هایی که امکانات در اختیارشان هستند به این مقوله توجه کنند. پیغمبر یک سیاستمدار است که هیچ لحظه ای از اخلاق فاصله نگرفته. امروز در جامعه ما اگر یک سیاستمدار دروغ بگه مردم خیلی ناراحت نمیشن، میگن خب این سیاستمدار، سیاستمدار اگر دروغ بگه چیزی بعید نیست. پیغمبر به مردم عشق می‌ورزید، در کنار مردم بود. همون اندازه ای که پیامبر با مردم بود، با همون اندازه مردم هم با پیامبر بودن. شنیده ایم، همه من خونده ایم، اما کی عمل میکنه؟ پیغمبر در جلسه می نشست، دم در می نشست. ما در گذشته هم شاهد این فاصله بودیم. این ملت نیاز به یک محبت داره، نیاز به یک مهربانی داره در همه عرصه ها. اصحاب پیغمبر دیدن پیامبر گریه میکنه، فبکا رسول الله و بکینا لبکائه، میگه ما هم گریه کردیم، گریه پیغمبر ما رو به گریه آورد. و قلنا یا رسول الله ما یبکی، گفتیم پیغمبر شما را چی به عشق آورده، به گریه آورده؟ فرمود رحمتا للاشقیا، فرمود آیات درباره عذاب انسانهای گناهکار و شقی نازل شده، من دارم گریه میکنم که چرا اشقیای امت من جهنم میروند. پیغمبر حتی برای این که گناهکار و شقی سعادت من بشه گریه میکرد. رحمت بود برای مردم. وقتی یک رهبر اجتماعی در کنار مردمش باشه، سختی ها را مردم تحمل میکنه، دل به کشور و به وطن و به میهن و به همه هستی و داراییشان می سپارن و می بندن، اما وقتی می بینن فاصله ها هست دیگه اعتماد مردم کم میشه. من زیاد وقت ندارم این مسائل مطرح کنم. در یکی از جریان ها در مکه دو نفر به نام زید و خبیب اسیر شدن، مسلمان بودن، به نام زید و خبیب اسیر قریش شدن. میدونن 13 سال پیامبر در مکه بود، بعد از اونی که مدینه آمد جنگا شروع شد. کفار قریش متوجه شدن که اینا اسیر شدن، آمدن اینا را خریدن. اونایی که در جنگا در بدر افرادشان کشته شده بودن، آمدن اینا را خریدن. یکی اینها را عقبت ابن حارث ابن عامر خرید و یکی دیگر یکی صفوان ابن امیه، که اینها بزرگانشان در بدر کشته شده بودن. بعد گفتن اینها را میخریم، میریم میکشیم به خاطر که تشفی قلب ما بشه. وقتی این شخصیت ها را و این مسلمان ها را میخواستن بکشن، به یک محله دورتر از مسجد تنعیم، حاجیایی که مکه رفتن میدونن اونجا، خلاصه میرن محرم میشن، برمیگردن از تنعیم بیرون کردن، ابو سفیان رفت شاهد کشتن این مسلمان باشه. زید میخواستن بکشن، ابو سفیان رفته بود ببینه که چطوری خلاصه سرش میبره، او صحنه را کیف بکنه، لذت ببره. بعد
شمشیر و خلاصه وسیله قتلش فراهم کردن، میخواستن سر این مسلمان اسیری را که یک پولدار قریش خریده بود به خاطر تشفی قلبش بکشه و ابو سفیان هم او را ببینه. بعد ابو سفیان گفت بگذار قبل از این بکشی من ازش یک سوال بکنم. گفت که تو را به خدا سوگند. ابو سفیان خودش عقیده نداره، منتهی را به خدا قسم میده، راست بگو آیا میل داشتی که اکنون محمد به جای تو بود؟ و در چنگال ما اسیر می بود و ما او را به جای تو می کشتیم و تو پیش زن و بچهت بودی؟ گفت که دوست داشتی رهبرت اسیر باشه و او کشته بشه؟ یا نه تو الان که اسیر هستی؟ اون مسلمان جواب داد من راضی نیستم به پای پیامبر که در هر جای زمین الان هست خاری برود، من پیش زن و بچه هم باشم. گفت من حاضرم کشته بشم اما راضی نیستم یک خار به پای پیامبر بخوره. ابو سفیان تعجب کرد، گفت من رهبر زیاد دیدم، پیشوا زیاد دیدم، اما مثل محمد پیشوایی که این همه در دلها جا داشته باشه ندیدم. کشورهای رشد میکنن، جوامع پیشرفت میکنن که این رابطه بین بزرگان و ملت باشه، این محبت باشه. زندگیش مثل مردم بود، بدتر از مردم بود، سختتر از مردم بود. اِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيم. رابطهش با مردم خیلی جدی بود. تاریخ می نویسه انس ابن مالک می گوید که پیامبر در مسجد بودن، یک کسی آمد، اِنَّ النَّبِي اَدْرَكَ وَاَعْرَابِ، یک کسی از اطراف آمد، از مناطق بیرون از شهر، حالا اعرابی گفته، بعد لباسش به گردن مبارک پیغمبر پیچید، این قسمت جلو لباس میدونین یکم واکمتره، میگه خط و نقش کشیدن این بخشی از لباس روی گردن پیغمبر دیده شد. فجبزه جبزتن شدیدتن حتی نظرتو الى صفحت عنق رسول الله و قد اثرت به، میگه وقتی نگاه کردم خود انس خادم پیامبره، میگه اثر این کشیدن رو در گردن پیامبر دیدم. و قد اثرت به حاشیه الردا من شدت جبزته، اثر کشیدن روی گردن پیامبر باقی مانده بود. بعد صدا زد یا محمد. اسم پیامبر بود، نگفت رسول الله. مرلی من مال الله الذی عنده، گفت از اون اموال که در اختیار تو هست بیت المال به منم بده. پیغمبر ناراحت نشد. فلتفت رسول الله فزهک و امر له به عطا. پیغمبر یه تبسم کرد، یک خوشحالی، یک بالاخره برخورد زیبایی از خودش نشان داد، جریان مدیریت کرد، بعد او یک کمکی هم کرد. امروز دسترسی به بزرگان در چه حد است؟ ما برای به وجود آوردن یک امنیت و یک اقتصاد و یک پیشرفت نیاز به یک تحول عمیق داریم. قرآن مظلومه، از پیامبر میگیم فقط از بحث عبادتش نباید بگیم، یک بخش کارش عبادت بود. کان مجلس او مجلس حلم و صدق و امانه، مجلسش مجلس پذیرش نقدها بود، مجلس راستی بود، مجلس امانتداری بود. باید مردم همه مشکلاتشان براحتی بتوانند با بزرگان و مسئولین بگن، دردی را که به هیچ کس نمیتوانن بگن،
به رهبر و به بزرگ و به زعیم و مسئولین بتوانن بگن، و الا هر مسئولی در هر منطقهی در هر شعبهی بر مردم فشار وارد میکنه و این فشارها مردم به صدا و به هنجار و به فریاد وادار میکنه. امیدواریم که با استفاده از اخلاق پیامبر، از بزرگی پیامبر، از سعه صدر پیامبر و از زندگی پیامبر مشکلات کلی و همه جانبه مملکت و مردممون را انشاءالله برطرف کنیم و در سایه قرآن و اخلاق پیامبر زندگی سالم با عزت و بدون دست دراز به دیگران انشاءالله زندگی من را پیش ببریم. خدایا عاقبت امر همه ما ختم به خیر بگردان، فرج آخرین میوه دلش، یادگارش و فرزندش که خودش فرمود آخرین فرزند من مهدی است، زمانی که ظهور میکند عیسی از آسمان نازل میشود و او را یاری میکند و با او در نماز اقتدا میکند. خدایا فرج اون عزیز و اون موعود را برسان، دولت ما، ملت ما را در سایه قرآن و اخلاق پیامبر و اصحاب و اهل بیت پیامبر به همدیگه نزدیک و مهربان بگردان. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر الله والفتح و رأیت الناس يدخلون في دین الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا.